استاد محترم، سوال از دبی است که پرسش داشتم. اغلب از خانم ها وقتی موهایشان را شانه میزنند، مویی که به شانه میمانه او را در سوراخ دیوار یا جای دیگر میمانند. پرسشم این است دقیقا که آیا اگر زنها موهایی را که به سوراخ دیوارها یا جاهای دیگر میمانند و به این عقیده هستند که انداختنش گناه داره، من از استاد میپرسم که از دید شریعت چیست که آیا کسی که بسوزاند چطور گناه داره یا خیر؟ موی در آنجایی که زینت خانم ها هست، پیامبر بزرگوار علیه السلام می فرمایند ان الله زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب. الله مردها را با ریش زینت داده است، خانم ها را با گیسوها زینت داده است. بهتر و خوبتر ایست به چند علت که این موها حفاظت شوند، پت شوند. اگر سوزانده شوا کدام گناهی نیست، شرعا کدام گناهی ندارد. بهتری است اگر اینا جمع شوند یک جا دفن شوند، این خوب و بهتر است. البته او دفن نیکی یک فرهنگ ایتا هست که موها همراه با خانم در قبر وصیت میکنه که حتما اینها را کفن بکنین، مثل ما واری چند کفن بپوشونین، در پهلوی ما اینا را دفن کنین، این کدام اساس نداره. ولی دفن شوه که نظر نامحرم نخوره. یکی دیگر با آدرس جادو که جادوگرها از اینها استفاده میکنن. دو سیوم با آدرس که موها پیوند زده میشوند، موهای دیگرها برای دیگرها ما ساخته میشه و اصطلاح سرجیکل میگن، در موها پیوند میشه و موها غرس میشه و دیگر. بهتر و خوبتر است که اینها در یک جای محفوظ نگاه شوند، از سوراخ دیوار کرده یا از انداختن در راه های عامه و اشغال دانه ها کرده یک جا دفن شوند یا سوزانده شوند، این بهتر و خوبتر هست. البته این کدام امر حتمی در شریعت نیست، تا که از این گزند و از این آسیب ها محفوظ و مسئول بمانه. ای در یک کتابی به نام حجاب فاطمی نوشته هست، ترجمه شده است البته یکی از علمای مصر، میگن که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها موهای خود جمع می کردن و همزمان با جمع کردن وقتی که مدتی یعنی علامه و نشانه های مرگ برشان ظاهر شد، این دستور داد که موهای مرا در یک جا دفن بکنین. با موهایش در یک جا دفن کردن، بله غیر از خودشان، همراه خودش نی، در قبر نه، کفن نه، یک جا زیر خاکشان بکنن، قبری مسنون نداره او. هدف از دفن کردن در یک زیر خاک انداختن شان است، پت کردن شان است و باز خودش در یک قبری مسنون خودش دفن کردن. به این منظور بهتر و خوبتر است که مراقب اینها باید خواهرای ما باشن. جزاکم الله خیر.